الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم. این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است، کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده، در حالی که فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند، قرآنی که بشارت دهنده و بین دهنده است، ولی بیشتر آنان روی گردان شدند، از این رو چیزی نمی شنوند. آنها گفتند قلبهای ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می کنی در پوشش هایی قرار گرفته و در گوشهای ما سنگینی است و میان ما و تو حجابی وجود دارد، پس تو به دنبال عمل خود باش، ما هم برای خود عمل می کنیم. بگو من فقط انسانی مثل شما هستم، این حقیقت بر من وحی می شود که معبود شما معبودی یگانه است، پس تمام توجه خیش را به او کنید و از وی آمرزش طلبید. وای بر مشرکان، همانها که زکات را نمی پردازند و آخرت را منکرند، اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند پاداشی دائمی دارند. بگو آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است، او در زمین کوههای استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود، اینها همه در چهار روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود، به آن و به زمین دستور داد به وجود آیید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه. آنها گفتند ما از روی طاعت می آییم. این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید، در هر آسمانی کار آن آسمان را وحی و مقرر فرمود و آسمان پایین را با چراغهایی ستارگان زینت بخشیدیم و با شهابها از رخنه شیاطین حفظ کردیم. این است تقدیر خداوند توانا و دانا. اگر آنها روی گردان شوند بگو من شما را از صاعقه‌ای همانند صاعقه عاد و ثمود می ترسانم. در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر به سراغشان آمدند که جز خدا را نپرستید، آنها گفتند اگر پروردگار ما می‌خواست فرشتگانی نازل می‌کرد، از این رو ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافریم. اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا نمی دانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنها قوی تر است؟ و به خاطر این پندار پیوست آیات ما را انکار می کردند. سرانجام تندبادی شدید و هولنگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پرغبار
بر آنها فرستادیم تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خار کننده تر است و یاری نمی شوند. اما ثمود را هدایت کردیم ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. به همین جهت صاعقه آن عذاب خار کننده به خاطر اعمالی که انجام می دادند آنها را فرو گرفت و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات بخشیدیم.